واحد شش تحصیلات مطالب زیادی وجود دارد که باید درباره تحصیل در کانادا بدانیم. طبق قانون، کودکان در کانادا باید درس بخوانند. بسیاری از مدارس کارمندانی دارند که نقش آنان کمک به خانواده ها و دانش آموزان تازه وارد برای درک چگونگی کارکرد سیستم آموزشی و چگونگی تطبیقی یافتن با درس خواندن در کاناداست. یک دانش آموز بودن در کانادا ممکن است با کشورهایی که در آنها زندگی می کردید متفاوت باشد. سال تحصیلی کانادایی از اواخر آگست یا اوایل سپتامبر شروع شده و در جوان با وقفه هایی در طی سال پایان می آبد. اگر شما پس از شروع سال تحصیلی وارد کانادا شوید، باز هم می توانید فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنید. در مدارس انگلیسی درسها به زبان انگلیسی آموزش داده می شوند و زبان فرانسه به عنوان زبان دوم آموزش داده می شود. در مدارس فرانسوی انگلیسی به عنوان زبان دوم درس داده می شود. مدارس دو زبانه فرانسوی ترکیبی از هر دو زبان را ارائه می‌دهند. زبان رسمی در استان کبک فرانسه است. کودکان تازه وارد به مدارسی می‌روند که در آنها درس‌ها به زبان فرانسوی آموزش داده می‌شوند. در کانادا دانش آموزان از دوشنبه تا جمعه به جز در تعطیلات مدارس و تعطیلات عمومی به مدرسه می‌روند. برای کودکانی که در فاصله معینی نسبت به مدرسه خود زندگی می‌کنند، عموماً اتوبوس‌های سرویس مدارس در دسترس است. دیگران می توانند از وسایل نقلیه عمومی برای رفتن به مدرسه استفاده کنند. بچه ها همچنین می توانند پیاده یا با دوچرخه به مدرسه بروند. دانش آموزان معمولا لباس های متحدل شکل مدرسه نمی پوشند. وقتی که معلم وارد کلاس درس می شود، دانش آموزان معمولا از جای خود بلند نمی شوند. در کلاس، یادگیری دانش از طریق بحث و گفتگو درباره موضوعات کار گروهی و پرسیدن سوال است. معمولا از دانش آموزان خواسته نمی شود که فقط مطالب را حفظ کنند. دانش آموزان همچنین می توانند در فعالیت های ترتیب داده شده در بیرون از کلاس درس شرکت کنند. برخی مثال های آن عبارتند از انواع ورزش ها، باشگاه ها یا بازدید از موزه ها. بدین ترتیب علایق دانش آموزان شکل گرفته و دوست پیدا می کنند. دانش آموزان و معلمان از نظر نژاد، مذهب، جنسیت، گرایشات جنسی و توانایی متنوع هستند. آنها در کنار هم درس خوانده و کار می کنند و باید به یکدیگر احترام بگذارند. افراد دارای ناتوانی نیز حق دارند در همه جنبه های زندگی خود از همان کیفیتی برخوردار شوند که هر کس دیگری در کانادا برخوردار است. برای کمک به افراد دارای ناتوانی جهت دسترسی به تحصیلات، بورسیه ها و کمک های مالی وجود دارد. اغلب برای دانش آموزانی که مشکلات جسمی، رفتاری یا یادگیری دارند، حمایت های جانبی و اضافه در نظر گرفته شده است. این کمک ها می تواند یا در مدرسه و یا هر جای دیگری ارائه شود. وقتی به کانادا رسیدید، با مدرسه، سازمان با بودجه دولتی یا حامیان خود صحبت کرده و درخواست کمک کنید. در کانادا این کاملا عادی است که افراد در دوره های مختلفی از زندگی خود من جمله در بزرگسالی به مدرسه بروند. در اینجا برخی از دلایل درس خواندن یک فرد بزرگسال در کانادا آورده شده است. تکمیل تحصیلات ناتمام خود بالا بردن سطح مهارتها با گرفتن گواهینامه، دیپلم یا مدارک تحصیلات عالی یا پیشرفت در مهارت های زبان انگلیسی و یا فرانسه برای بزرگسالانی که تحصیلات دبیرستانی خود را تمام نکرده اند، کلاس هایی وجود دارد که کمک می کند دیپلم خود را بگیرند. بعضی از این کلاس ها هم به بزرگسالانی که خواندن و نوشتن به زبان خود را بلد نیستند خاندن و نوشتن یاد می دهند کلاس های زبان بزرگ سالان برای یادگیری زبان انگلیسی و یا فرانسه وجود دارند. این کلاس ها چیزی بیشتر از فقط زبان یاد می دهند و شما چیزهایی در رابطه با زندگی در کانادا یاد میگیرید. از سازمان با بودجه دولتی یا حامیان خود اطلاعات بیشتر درباره تحصیل در کانادا کسب کنید.